سلام، یکشنبه 12 فروردین 97، 1 آپریل 2018 میلادی. در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه جایزه بین المللی همبستگی اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا به اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان و زندانی اختصاص یافت. موضوع دوم این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالگرد 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بیانیه مفصلی داده که در اون ابراز خطر کرده برای جمهوری اسلامی و در آستانه دهه پنجم حاکمیت وعده کرده سال 97 سال خیلی خوبی خواهد بود و ضمناً در نهایت هم برای مشکل اقتصاد و غیره دوباره مطرح کرده که آماده است سپاه وارد پروژه بگیره، کار بکنه و البته لابد پول آقایون کم اومده، اما یک بوی تهدیدی هم از این اطلاعیه به مشام میرسه که به نوعی تهدید کرده که حل مشکلات و راه‌حل‌هایی که در مورد برجام و سایر موارد هست رو سپاه قبول نداره. در سرپل ذهاب امروز یکشنبه ظهر زلزله 5.3 ریشتری آمد که دست کم تا کنون 38 نفر مجروح گزارش شده. در دماوند نزدیکی تهران هم امشب ساعت 22:56 به وقت تهران زلزله 4.2 ریشتری اومد که تا کنون خسارت یا تلفاتی گزارش نشده. این زمین لرزه ها که با درجات شدت پایین هست اسباب نگرانی مردم و امکان وقوع زمین لرزه های بزرگ رو دوباره مطرح کردیم. موضوع سوم اینکه جنگ لفظی بین آقای اردوغان و نتانیاهو بالا گرفته. آقای اردوغان نتانیاهو رو تروریست خوانده و متقابلا او هم آقای اردوغان رو مسئول کشتار غیر نظامیان نامیده و دوباره بر سر درگیری هایی که در غزه بین اسرائیل و فلسطینی ها در جریان روابط دو کشور به تیرگی گراییده. بعد از اینکه آقای ترامپ صحبت از خروج امریکا از سوریه کرده، روزنامه واشنگتن پست مقاله مفصلی نوشته و در اون مطرح کرده که 2000 نیروی امریکا در سوریه هست، 30% خاک سوریه در کنترل نیروهای طرفدار امریکاست که 90% نفت سوریه هم در همین مناطق قرار داره و این مقاله عنوان کرده که به هیچ عنوان نباید بگذاریم کنترل نفت سوریه دست اسد بیفته و خروج از سوریه رو کاری بسیار اشتباه توصیف کرده، آنچنان که بعضی اعضای حزب جمهوری خواه مثل سناتور لینزی گرام هم همین رو مطرح کرد. آقای اردوغان که روز به روز به دیکتاتوری خودش اظافه میکنه، در اظهار نظر عجیبی عنوان کرده هر کس که نمیخواهد در ترکیه بماند بلیط میخریم و از این کشور برود. این حرف تنین آشنایی داره از صحبتی که محمد رضا شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کرد و عنوان کرد هر کس که نمیخواد عضو این حزب بشه پاسپورتش رو بگیره و از ایران بره. اما موضوع آخر اینکه این آقای علاءالدین بروجردی که ظاهراً دنبال بستن شبکه تلگرام هست و بسیاری کسان هم در این یکی دو روز گذشته با او به مخالفت برخواستند، عنوان کرده که نتانیاهو پولدروف مدیرعامل تلگرام رو از برادر به خودش نزدیکتر می داند. جناب اسحاق جهانگیری هم که به بازدید دریاچه ارومیه
و پروژه نجات اون رفته عنوان کرده که اگر لازم باشد آب از خارج وارد میکنی. من دکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.